نمونه برداری بازرسان از مناطق شیمیایی زده سوریه همزمان با افزایش احتمال اقدام نظامی و تلاش روسیه برای جلوگیری. سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد، اقدامی تازه برای حل اختلافات دیرینه و مذاکره با طالبان. و برنامه هسته‌ای ایران در دولت روحانی، موضوع گفتگوی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با وزیر خارجه آلمان. خانم ها آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم. به ساعت خبر دوشنبه شب صدای آمریکا خوش اومدید. بازرسان سازمان ملل متحد با حضور در محل حمله شیمیایی چهارشنبه گذشته در دمشق از خاک محل و از برخی مصدومین نمونه برداری کردند. به رغم حمله تیراندازان به کاروان اتومبیل کارشناسان سازمان ملل در حومه دمشق، آنها پس از وقفه کوتاه موفق شدند به منطقه غوطه برسند و با دیدار از آنهایی که از تأثیر گاز شیمیایی جان به در برده اند دیدار و نمونه برداری کنند. کشورهای قدرتمند جهان همزمان در انتظار نتیجه این تحقیقات هستند و با اطمینان غریب به یقین معتقدند نیروهای حکومت اسد از گاز شیمیایی استفاده کرده اند. از این رو سرگرم رایزنی در مورد چگونگی واکنش به این فاجعه هستند. در این میان روسیه همپیمان حکومت بشار اسد هشدار داده که بدون تایید سازمان ملل متحد هر اقدام نظامی ناقض قوانین بین المللی خواهد بود. برحال هنوز بازرسان سازمان ملل متحد در دمشق هستند و همه نگاه ها به گزارش فرستادگان سازمان ملل متحد است. دکتر وحید وحیدالله، دیپلمات و کارشناس ارشد سازمان ملل متحد برای حل مسائل منطقه‌ای و بین المللی از نیویورک به ما پیوسته. آقای دکتر وحیدالله، بازرسان سازمان ملل از مصدومین شنیدید که از خاک منطقه حومه دمشق نمونه برداری کردند. روز اول مأموریت اونها تموم شد. این بازرسان چگونه تشخیص میدن سلاح شیمیایی رو چه طرفی به کار گرفته، به ویژه با توجه به تأخیر 4 روزه‌ای که در اجازه دادن به اونها توسط حکومت سوریه انجام گرفت؟ سازمان ملل متحد یک تیم بسیار مجرب خود همین اکنون طوری که شما گفتین اونجا به محل داره و این تیم از لحاظ مسلکی بسیار امکانات در اختیار قرار داره که میتونه از طرق مختلف تثبیت بکنه که این سلاح‌ها در نوع خود چی بوده، این ساخت کجا بوده، با کدام محموله ها این فیر شده و نقشه محل اینا میبینن، سمت فیرها را میبینن، بعدا اینا معاینه میکنن امی قربانیان از یادسته را، کسانی که جانایشان از دست داده بودن، کسانی که فعلا زخمی هستن. تمام از این موارد از خاک سمپل گرفته میشه، تمام از این موارد به صورت دقیق و هواجانبه بررسی شده و در گزارش درک میشه که بعدا این به سازمان ملل به شورای امنیت ای پس ارائه میشه. آقای دکتر وحیدالله، شما خودتون از بانیان صلح حوزه بالکان هستید در سازمان ملل. در حال حاضر همه از سازمان ملل انتقاد میکنند که چرا چنین رویکردی نداره، در برابر کشتارهای سوریه سهلنگاره، چشم خود رو بر اعمال حکومت اسد بسته. مثلا کشته شدن بیش از 107,000 نفر کافی نیست تا سازمان ملل راه حل مداخله نظامی رو برای پایان خونریزی در سوریه پیشنهاد بکنه. این درست است که نه تنها بیش از 100,000 کشته، بلکه شما خود می‌بینید که بعد از شروع منازعه تا اکنون تقریبا در سوریه، یک کشوری که بیش از 25 میلیون نفوس نداره، در اونجا 2 میلیون به خارج پناه گزین شدن و در حدود تقریبا 5 میلیون آوارگان داخلی است که کلش پیامد امی منازعه جاری در سوریه است. آمدیم در ارتباط با این که سازمان ملل چی اقدامات را کرده. سازمان ملل از عمان آغاز خواستار ازی بوده که این مسائل باید تحقیق شود. من جمله شما خبر دارین که در 6 ماه گذشته وقتی که حمله مشابه از این قبیل صورت گرفت تا امین اکنون او را جانب سوریه با استفاده از حمایت که حامیانشون در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خصوص روسیه از این موضوع جلوگیری کردن، دیگر اجازه ندادن برای کارشناسای سازمان ملل متحد و تیم بازرسان و مفتشین سازمان ملل که تا امی اواخر چند روز پیش شما شاهد بودین که اجازه داده شد. آقای دکتر وحیدالله، اگر اقدامی یک جانبه و احتمالی به دور از، یعنی خارج از تصمیم شورای امنیت، از طرف آمریکا و متحدانش مثلا بریتانیا، فرانسه و آلمان با همچنین ترکیه در منطقه صورت بگیره علیه حکومت اسد، سازمان ملل چه موضعی خواهد داشت؟ اون رو قانونی میدونه یا خیر؟
سازمان ملل شما پیشتر از کوسوو و تجارب ما در اوج مثال آوردین، ضرورت که شورای امنیت و اعضای شورای امنیت به خصوص آنانی که در حمایت از رژیم اسد قرار داره و از سازمان ملل به خاطر اقدامات تامیکنون جلوگیری کردن، اگر اینا با مسائل بعد از این گزارش با واقعبینی برخورد نکنن، ما به شما میگم که عین کاری که در یوگسلاویای سابق و در کوسوو صورت گرفت، در اونجا جامعه جهانی به خصوص در سوریه، ما بر شما بگویم که امریکا در رأس ناتو و کشورهای اروپای غربی و عرب لیگ، اینا همه دست به اقدام خارج از سازمان ملل خواهد زدن و در اونجا ایره تسجیل خواهد کردن که بنابر آن سازمان ملل به خصوص تفاهمی که باید در شورای امنیت صورت بگیره از طرف یکی از قدرت‌های بزرگ که او روسیه است که تا میکنون با این مخالفت میکنه، اگر صورت نگیره باز توجیهات بسیار جدی و دقیق وجود می داشته باشه که بله. اقدامات خارج از سازمان ملل چنانچه که دیگر جای هم صورت گرفته. سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر وحید وحید الله، دیپلمات و کارشناس ارشد سازمان ملل از نیویورک. تشکر از شما آقای جوانمردی.